سلام علیکم، پیمان کشاورز صد، مدرس درس عربی از مدرسه مجازی روشنگر، درس سوم عربی 11. طبق معمول بخش اول قرار هستش که واژگان درس رو دیگه نمیدونم متن درس رو قراره برامون بخونن با موزیک و صدای قشنگ و لهجه خوب، و بعد ما بیایم خط به خط و لغت به لغت درس رو براتون معنا بکنیم. نکات قواعدی هم که به ترجمه شما کمک میکنه رو هم راجبش صحبت خواهیم کرد. پس اول از همه قبل از هر چیز بریم سراغ متن درس سمون و شروع کنیم شنیدن الدرس الثالث، خوندن درس. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. بیگمان خدا شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون می آورد و بیرون آورنده مرده از زنده است. عجائب الأشجار، ظواهر الطبيعة تثبت حقيقة واحدة وهي قدرة الله، والآن نصف بعض هذه الظواهر. العنب البرازيلي شجرة تختلف عن باقي أشجار العالم، تنبت في البرازيل وتنمو أثمارها على جذعها. ومن أهم مواصفات هذه الشجرة أنها تعطي أثمارا طول السنة. شجرة السكويا شجرة من أطول أشجار العالم في كاليفورنيا، قد يبلغ ارتفاع بعضها أكثر من 100 متر، وقد يبلغ قطرها 9 أمتار، ويزيد عمرها على 3500 سنة تقريبا. الشجرة الخانقة شجرة تنمو في بعض الغابات الاستوائية، تبدأ حياتها بالالتفاف حول جذع شجرة وغصونها، ثم تخنقها تدريجيا. يوجد نوع منها في جزيرة قشم التي تقع في محافظة هرمزجان. شجرة الخبز شجرة استوائية تنمو في جزر المحيط الهادئ، تحمل أثمارا في نهاية أغصانها كالخبز، يأكل الناس لب هذه الأثمار. شجرة النفط شجرة يستخدمها المزارعون كسياج حول المزارع لحماية محاصيلهم من الحيوانات، لأن رائحة هذه الشجرة كريهة تهرب منها الحيوانات، وتحتوي بذورها على مقدار من الزيوت لا يسبب اشتعالها خروج أي غازات ملوثة، ويمكن إنتاج النفط منها. ويوجد نوع منها في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان باسم شجرة مداد.
شجرة البلوط هي من الأشجار المعمرة وقد تبلغ من العمر 2000 سنة. توجد غابات جميلة منها في محافظة إيلام ولورستان. يدفن السنجاب بعض جوزات البلوط السليمة تحت التراب وقد ينسى مكانها، وفي السنة القادمة تنمو تلك الجوزة وتصير شجرة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملا أحلى ولا أطيب منه. خب بچه ها، متن درس رو که شنیدیم، خیلی قشنگ با موزیک قشنگ و با لهجه خیلی خوب قشنگ خونده شد. حالا با همین فرمون میخواییم بریم الموجمش هم بشنویم که قشنگ تلفظ کردنش رو یاد بگیریم، با واژگان یه مقدار آشنا بشیم، برمیگردیم لغت به لغت و خط به خطش رو با همدیگه ترجمه میکنیم. بریم سراغ الموجم و بشنویم. واژگان پایان درس. درس سوم. احل، حلالتر، حلالترین. اشتعال، برافروخته شدن، سوختن. اشتعل، یشتعل. اطیب، خوبتر، خوبترین. مترادف، احسن، افضل. اغصان، غصون. شاخه ها، مفرد، غصن. التفاف، در هم پیچیدن. التف، یلتف. بذور، دانه ها، مفرد، بذر. جذع، تنه، جمع، جذوع. جزر، جزیره ها، مفرد، جزیره. جوزه، دانه گردو، بلوط و مانند آن. خنق، خفه کرد، مزارع. یخنق، خانق، خفه کننده. سبب، سبب شد، مزارع. یسبب. سیاج، پرچین. غاز، گاز. فالق، شکافنده. لب، مغز میوه. محاصیل، محصولات. المحیط الهادئ، اقیانوس آرام. مزارع، کشاورز. مترادف، زارع، فلاح. معمر، کهنسال. ملوث، آلوده کننده. مواصفات، ویژگی ها. نبت، روید. مزارع، ینبت. نصف، توصیف می کنیم. نوا، هسته. اینم از الموجمه. بریم سراغ ترجمه خط به خط و لغت به لغت از درس سوم عربی 11مون که عنوانش هست عجایب الاشجار. بیاریم ببینیم چی داری میگه. عجایب الاشجار، بذار اینم من بیارم اولش که با اون شکل کتابم شما آشنا بشین، یه موقع گمش نکنین اگر که شکل کتاب رو هم داریم میبینیم، ببینیم که در کدوم صفحه و کجا هستیم. ظواهر طبیعه تثبت حقیقتا واحدتا و هی قدرت الله، والان نصف بعض هذه الظواهر.
خب عجایب الاشجار که اصلا کلا میشه شگفتی های درختان، اون که خب معنی عجایب الاشجار. اما بیایم سراغ این داستانمون. پدیده های طبیعت ظواهر الطبیعه، ظاهرت میشه پدیده، ظواهر میشه پدیده ها. یک حقیقت را حقیقتن واحدن اثبات میکند، تثبتو، و آن وحیه قدرت خداوند است، قدرت الله. و اکنون و الان بعضی از این پدیده ها را، بعض هذه الظواهر، توصیف میکنیم. میگه پدیده های طبیعت یک حقیقت را اثبات میکند و آن قدرت خداوند است، و اکنون بعضی از این پدیده ها را توصیف میکنیم. بریم سراغ جمله بعدی. العنب البرازیلیو شجرتون تختلف عن باغ اشجار العالم تنبت فی البرازیل و تنمو اثمارها على جزءها. عنب که میشه انگور، پس العنب البرازیلی میشه انگور برزیلی. درختی است که شجرتون با بقیه درختها، انباغ اشجار العالم، با بقیه درختان جهان دنیا تفاوت دارد، تختلفو. در برزیل، فل برازیل، می روید تن با تو و میوه هایش، اثمارها، روی تنه اش، علا جزعه ها، رشد می کند، تن مو. میگه انگور برزیلی درختی است که با بقیه درخت های دنیا تفاوت دارد. در برزیل می روید، تفاوتش البته این نیستا، و میوه هایش روی تنش رشد می کند. اصولا در درخت ها میوه روی شاخه رشد می کند، نه روی تنه. عکسش هم تو کتابتون دارین، همون بالا، در واقع اون ردیف بالا دارین میبینینش. و من اهم مواصفات هذه الشجره انها تعطی اثمارا طول السنه. میگه و از مهمترین ویژگی های این درخت، و از مهمترین، من اهم ویژگی های مواصفات این درخت هذه الشجره آن است که انها در طول سال، طول از سنه، میوه اثمارن میدهد، تعطی. میگه از مهمترین ویژگی این درخت است که در طول سال میوه میدهد. اصولا هر کدوم از درختان میوه در یک فصل به خصوص میوه میدن، نه اینکه در طول سال میوه بدهن. خب بعدی، شجرت و سکویا. شجرتون من اطول اشجار العالم فی کالیفرنیا قد یبلغ ارتفاع و بعضها اکثر من مئات مترن. درخت سکویا، شجرت سکویا، از بلندترین، من اطول، درختان اشجار دنیا العالم در کالیفرنیا، فل کالیفرنیا است. درخت سکویا بلندترین درختان دنیا در کالیفرنیا است. ارتفاع بعضی از آنها، ارتفاع بعضها، گاهی قد. ببین اگر شما فعل مضارع داشته باشید، یا درست‌تر بگم اگر شما فعل ماضی نداشته باشید که بر سرش قد داره میاد، قد دیگه معنی گاهی یا قطعاً داره استفاده می‌شود. پس اگر من مثلا میگفتم قد بلغه، میشد رسیده است. اگر بگم قد یبلغه، میشه گاهی میرسد یا قطعاً میرسد. خب گاهی قد به بیش از اکثر من 100 متر متامترن میرسد، یبلغو. میگه ارتفاع بعضی از اونها گاهی به بیش از 100 متر میرسه. و قد یبلغ قطرها 9 امتارن و یزید عمرها الا 3000 و 500 سنتن تقریبا. میگه و قطر آنها، قطرها، گاهی قد، باز دوباره قد رو کجا داریم؟ بر سر فعل مضارع داریم. پس بنابراین قد به معنای چی میشه؟ گاهی میشه دیگه، اونجا بر ما ماضی نقدی چیه؟ نمیسازه. گاهی قد به 9 متر 9 امتارن میرسد، یبلغو، و عمر آنها، عمرها، تقریبا، همین تقریبا ناخر، تا 3500 سال، علا 3000 و 500 سنه، افزایش میابد، یزیدو. میگه قطر آنها گاهی به 9 متر میرسه، درختانی که درختان بلندی بودن، ارتفاعشون بعضی وقتا به 100 متر میرسه، و عمرشون هم تا تقریبا تا 3500 سال هم افزایش پیدا کرده است. بعدی، از شجرت الخانقه شجرتون تنمو فی بعض الغابات الاستوائیه.
پس داره در واقع در رابطه درخت ها عنوانش هم عجایب الاشجار دیگه، درسته؟ الان اون انگور برزیلیو گفت، بعد درخت سکویا رو گفت، رسته به از شجرت الخانقه، شجرتون تنمو فی بعض الغابات الاستوائیه، درخت خفه کننده، درخت خفه کننده، از شجرت الخانقه، درختی است که شجرتون در بعضی از جنگل های استوایی، فی بعض الغابات الاستوائیه رشد می کند. تنمو، درخت خفه کننده، درختی است که در بعضی از جنگل های استوایی رشد می کند. تبدع و حیاتها بالالتفاف حول جزع شجرت و غصونه ها، زندگیش را، حیاتها، با پیچیدن بالالتفاف دور تنه، حول جزع و شاخه های غصونه ها، یک درخت شجرت آغاز می کند. پس زندگیش با پیچیدن به دور یه درخت شروع میشه که حالا بعد ببینیم خفه کننده چجور اونو خفهش میکنه. ثم اینجاست، تخنقها تدریجیا یوجد نوع منها فی جزیره قشم التی تقع فی محافظت هرمزجان. خب پس زندگیشو با چی شروع کرد؟ با پیچیدن دور تنه درخت و شاخهای درخت. سپس ثم آن را ها در تخنقها کم کم تدریجیان خفه می کند. تخنقو درخت رو خوش می کند، درخت رو عبه می بره. یک نوع از آنها، نوع آن منها، در جزیره قشم، فی جزیرت قشم، واقع در استان هرمزگان، تقع فی محافظت هرمزگان، یافت می شود. یوجدو فعل مجهوله دیگه، یافت می شود. میگه سپس آنها کم کم خفه می کند، یک نوع از آنها در جزیره قشم، واقع در استان هرمزگان، یافت می شود. اینو سفر رو بریم اونور ادامه شد که اگر شما دارین روی کتاب درسی در واقع اینو دنبال میکنید گمش نکنید. بریم ادامهش. رفتیم سراغ یه درخت دیگه. شجرت الخبز، شجرت استوائیتون تنمو فی جزر المحیط الهادی تحمل اسمارن فی نهایت اقصانها کل خبز. بریم من شد. درخت نان، خبز میشه نان دیگه، درسته؟ خباز میشه نانوا. درخت نان، شجرت الخبز، درختی است شجرتون استوایی، استواییتون، که در جزایر اقیانوس آرام، فی جزر محیط الهادی، رشد میکند. تنمو، در انتهای شاخه هایش، فی نهایت اقصانه ها، میوه های اسمارن مانند نان، کل خبز، دارد. داردش در واقع اینجا که میگه تحملو، یعنی حمل میکند. یعنی چه حمل میکند؟ میبره حمل میکنه که جای نیبره که، یعنی چی؟ دارد. میگه درخت نان درختیست استوایی که در جزای اقیانوس آرام رشد میکند، در انتهای شاخهایش میوه های مانند نان دارد. بریم بعدی. یأکل الناس لب هذه الاسمار، مردم، الناس، مغز لب این میوه ها را، حاصل اسمار، میخورند. یأکلو، درخت دیگه ای راجبش صحبت میکنه، شجرت نفت، شجرت یستخدم حال مزارعون کسیاج حول المزارع، درخت نفت، شجرت نفت، درختی است که شجرت کشاورزان، المزارعون، آن را، ها در آخر یستخدموها، به عنوان پرچین، کسیاجن، در اطراف مزرعه ها، حول المزاره، به کار میبرند. یستخدمو، لحمایت محاصیلهم من الحیوانات، لأن رائحت هذه الشجره کریهتون تخرب من الحیوانات، برای محافظت از محصولاتشان، لحمایت محصول محاصیلهم، از گزند حیوانات، من الحیوانات، زیرا لأن بوی این درخت، رائحت هذه الشجره ناپسند، کریهتون است، و حیوانات، الحیوانات، از آن، منها فرار میکنند، تهربو،
پس میگه درخت نفت و به عنوان پرچین در اطراف مزرعه استفاده میکنن. چرا؟ چون بوی بد داره، حیوانات میان نزدیکش فرار میکنن، وای نمیستن اونجا، برای من محصولاتشون چیه؟ در امان میمونه از گزنده حیوانات. این هم از درخت نفت. ادامه داره همچنان درخت نفت. میخواد بگه که در کجاها استفاده، در کجاها در واقع دیده میشه در ایران. و تحتفی بزرها علا مقدار من از زیوت لا یصب به با اشتعالها خروج ای غازات ملونه ملوثه. و بذرهای آن بزرها حاویه، حاویه در واقع میگه حاوی است، میشه تحتوی، حاوی است شامل میشود تحتوی، مقداری روغن علا مقدار من از زیوت، سوختن آن اشتعالها باعث، اینجا باز دوباره میگه باعث نمیشود، باعث نمیشود میشه چی؟ میشه لا یصب ببو، باعث نمیشود لا یصب ببو خروج، همون خروج هیچ گونه گازهای آلوده، ای غازات ملوثه یعنی هر نوع گازهای آلوده. حالا وقتی هر نوع گازهای آلوده باعث نمیشود یعنی هیچ گونه گازهای آلوده. میگه و بعضی آن حاوی مقدار روغن است، سوختن آن، سوختن اون بذرها باعث خروج هیچ گونه گازهای آلوده کننده ای نمی شود. آلوده کننده ملوثه اسم فاعل هست، موعه ملوثه میشه چی؟ میشه آلوده کننده که اسم فاعل هست که صفت فاعلی فارسی ترجمه میشه. و یمکن انتاج و نفت منها، اینم جالبه، و یوجد و نوع آن منها فی مدینت نیکشهر به محافظت سیستان و بلوچستان به اسم شجرت مداد. و از آنها منها میتوان، یمکنو یعنی امکان دارد، امکان دارد نفت از نفت تولید کرد. ببین یمکنو انتاج منها یعنی امکان دارد تولید از آن، یمکنو انتاج و نفت منها یعنی امکان دارد تولید نفت کردن از آن، تولید نفت از آنها. پس اینو من میتونم اینجوری ترجمه کنم، از آنها میتوان نفت تولید کرد. و نوع از آن، نوع آن منها در شهر نیکشهر، فی مدینت نیکشهر، به استان سیستان و بلوچستان، به محافظت سیستان و بلوچستان یافت می شود، یوجد و فلفل مجهوله که به نام درخت مداد است، به اسم شجرت مداد. میگه از آنها می توان نفت تولید کرد، نوعی از آنها در شهر نیکشهر و استان سیستان و بلوچستان وجود داره که به اسم درخت مداد گفته میشه. خب بریم سراغ شجرت بلوط. شجرت البلوط هی من الاشجار المعمره و قد تبلغ من العام الف سنه. درخت بلوط، شجرت البلوط که از درختان کهنسال، من الاشجار المعمره، معمر یعنی عمر کرده شده، یعنی عمر زیاد کرده، عمر طولانی کرده، میشه کهنسال، که از درختان کهنسال من الاشجار معمره است. و گاهی، باز دوباره گاهی، قد بر سر فعل اومده که ماضی نیست، بر سر فعل مضارع اومده، گاهی قد عمر آن به 2000 سال میرسد، الف سنه میشه 2000 سال. خب من العم یعنی از عمر 2000 ساله، به عمرش به 2000 سال میرسه. میگه درخت بلوط که درختان کهنسال است و گاهی عمر آن به 2000 سال میرسد، تو جد غاباتون جمیلتون منها فی محافظتی ایلام و لرستان. جنگل های زیبایی، قاباتون جمیلتون، از آن منها در استان ایلام و لرستان، فی محافظت ایلام و لرستان، در واقع محافظت ایلام و لرستان یعنی در دو استان ایلام و لرستان، چون این برها مصنع هست دیگه، یافت می شود، تو جدو. بعد راجب این میخواد صحبت کنه که دوام درختان بلوط و دوام جنگل های بلوط اتفاقا به سنجاب هست. یدفن و سنجاب بعض جوزات البلوط سلیمه تحت تراب و قد ینسا مکانه ها. سنجاب از سنجاب بعضی از دانه های سالم بلوط را، بعض جوزات البلوط سلیمه، زیر خاک تحت تراب دفن میکند، یدفن. و و گاهی قد، باز دوباره قد بر سر فعلی اومده که ماضی نیست، مضارع است،
جایشان را مکانها فراموش می کند ینسا. و فسنت القادمه تن موتل که جوزه و تسیر و شجرته. و در سال بعد فسنت القادمه آن دانه بلوط تلک جوزه، جوز به معنی دانه است، انگلیسی میگیم نات، خب میتونه دانه هر چی باشه، خب گردو مثلا بهش میگیم، چیزایی که آجیل در واقع بهش میتونیم بگیم، خب که اینجا حالا چون راجع به بلوط داره صحبت میکنه میشه دانه بلوط. و در سال بعد فسنت القادمه آن دانه بلوط تلک جوزه رشد میکند تنمو و یک درخت شجرتن می شود تسیر و ساره میشه شد تسیر و میشه می شود. برای یسیر هم که به همین ترتیب هست، منتاش این مؤنث از شجره به چی استفاده کردیم؟ تسیر رو استفاده کردیم، شجره و جوزه البته جفتشون مؤنث هست. خب بریم سراغ یک بخشی داریم اینجا در کتاب در آخر درسمون که ما همیشه راجبش صحبت خواهیم کرد اگر که توی اون درس وجود داشته باشه، من اسمشو میذارم حول النص برای اینکه داره پیرامون متن درسمون داره راجبش صحبت میکنه، داره راجب پیرامون متن درس تمرینات متنوعی داره دیگه، بعضی وقتا سوال میکنه جواب میدیم مثل درس گذشته، بعضی وقتا درست و غلط رو از همون میخواد و بعضی وقتا مثل این میگه ضعف الفراق کلمات مناسبتن حسب نص درس، میگه در جای خالی کلمه مناسب بر حسب متن درس قرار بده، یعنی جمله با واژه‌ای کامل میشود برای متن درسمون. بیایم از جمله اول شروع کنیم. تبدا شجره الخانقه حیاتها به جای خالی حول جزء شجره و غصونها. چی داره میگه؟ میگه درخت خفه کننده زندگی اش شروع میشه با چی پیرامونه تنه درخت و شاخه‌هاش؟ با پیچیدن دورش. میشد چی؟ میشد التفات. در واقع این پیچیدن هستش که اینجا باید قرار بگیره که میشه چی؟ میشه التفات. بعدی که الان این دو کلمات رو مینویسیم اینجا براتون. لا یصب به با اشتعال زیوت شجرت نفت خروج ایه جای خالی ملوثه. خب چی داره میگه؟ میگه سوختن اشتعال روغنهای درخت نفت باعث خروج هیچ گونه چی؟ گازهای آلوده کنندهی نمی شود. خب که اینو باز دوباره واژه عربی شو اینجا براتون مشخص میکنیم. توجد غاباتون جمیلتون من اشجار البلود فی جای خالی ایلام و لرستان. میگه جنگل های زیبای درختان بلود در استان، که میتونیم بگیم در واقع در دو استانه ایلام و لرستان یافت میشود. پیچیدن التفاف، گازها، غازات و اینجا محافظت که میشه استاد. توی کتابت گفته محافظتی، اگر محافظتی هم بیاریم جایی یعنی یه هم بهش اضافه کنیم که بشه دو استان ایلام و لرستان، دیگه کاملا شبیه اون چیزی هست که در کتابتون اومده، هرچند که اینم غلط نیستش. ادامه داره همچنان این حول النص ما با جمله بعدی، جمله چهارم. قد یبلغ ارتفاع بعض اشجار سکویا اکثر من جای خالی متر. میگه ارتفاع بعض از درختان سکویا گاهی به بیش از چقدر گفت؟ چند متر گفت؟ 100 متر میرسد. که بعد اینو برای برگردیم جمله رو کامل کنیم. جمله دقیقاً جمله چی هستش؟ کتابتون هست. بریم بعدی. تحمل شجره الخبز اسمارا فی نهایت جای خالی کل خبز. میگه درخت نان شجره الخبز در انتهای چی؟ شاخه هایش میوه هایی دارد که مانند نان هست. و جمله آخر تن مؤسمار العنب عنب البرازیلی علی جای خالی شجرته. میوه های انگور برزیلی روی کجا؟ کجای درختش؟ تنه درختش رشد میکند. خب از اون اول صد میشه مئت، مئت مترن، شاخه هایش میشه اقصانه ها، شاخه هایش و تنه هم که میشه جزء، که جملات دقیقا کتابتون بودن. خب رفقا تموم شد بخش اول درس سوم عربی 11 رو تموم کردیم. استراحت میکنید، حتما دوباره مرور بکنید معنی ها، واژه ها، ترجمه ها. برمیگردیم با چی؟
با قواعد درس سومتون. خیلی زود فعلا.